در تاجیکستان بیانات نوبتی تحقیرآمیز از جانب منصبدار نسبت اسلام گفته شد. رئیس شهر استرافشان بهرام عنایت‌زاده در کنفرانس مطبوعاتی ابراز نمود که طی دو سال اخیر در شهر و ناحیه ها 36 مسجد بسته شده است. حالت مذکور را عنایت‌زاده چنین شرح داد: کسی از مسجد با فکر سالم نبرآمده است. اکثر جوانانی که امروز به گروه های افراطی پیوستند همه‌اش از فکرهای ناسالم سرچشمه گرفته است و این گونه فکرها همه‌اش از مسجد در سر آن جای شده است. از این رو مسجد نه، مکتب را باید زیاد کرد، میگوید عنایت‌زاده. بنابر اطلاع رسمی سال گذشته در اسفره 56 مسجد و در ناحیه باباجان غفوروف 67 مسجد بسته شده است. بناهای مسجدهای بسته شده را به انشاءات اجتماعی و فرهنگی از قبیل چایخانه، بنگاه طبی، کارگاه دوزندگی و امثال این تبدیل دادند. در اسفره 56 مسجد و در ناحیه غفوروف 67 مسجد به اصطلاح مقامات سمت فعالیت خود را دیگر کردند. مثلا در محله جککی جماعت سرخ اسفره بنای مسجد را به میدان تنیسی روی میزی پینگ پونگ تبدیل دادند. همین طور به گفته ساکنان در جماعت چارکه دو سال باز بنای مدرسه را به قرارگاه یک دیدبانگاه نیروهای مرزبانی تبدیل دادند. یادرس میکنیم که طبق اطلاع رسمی در تمام قلمرو تاجیکستان شماره مسجدهای بسته شده از 2000 عبور نموده است. معلومات زیرین را سال گذشته رئیس کمیته آید به کارهای دینی تاجیکستان سلیمان دولتزاده تصدیق نموده بود. او مسجد رفته، از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد ای مسجد؟ هیچی نمیگیرد، هیچی نمیگیرد. جالبی دقت در آن است که حالتهای آشکار تحقیر نمودن دین اسلام و قدریتهای آن زود زود مشاهده کرده می شود. پیشتر یک منصبدار در حالت مستی قرار داشته با سخنهای قبیح از ساکنان ناحیه رویدکی طلب نموده بود که مسجد را ببندند.